تواجه میکنیم به رقابت و میدانداری پهلوان نامشنای کشور ابوبکر اکبر، آنه که با جداگی کبوت همکنون با یک نیروی قوی روی گله میآید. با نماینده دانیا دوستان عزیز همکنون روی گله میآید متسن ماتیاس. خب میبینیم که این پهلوان ما مقابل جداکاری دانیاگی متسن ماتیاس چی هنر و چی کسبیت خود رو نشان میدید. این علاقه دوری دویوم است که پهلوان ما چون در دوری اول آزاد بود شاید یک نفسی تازه دارد، از همین خاطر باید هرچی خوبتر، هرچی چالاکتر، هرچی جدیتر تلاش کند ابوبکر تا مقابل این حریفش پیروزی به دست بیارد. زیرا حریفش در دور اول رقابت کرده بود. پناهنده بلغارستان پیروزی به دست آورده بود، بوریس گیورگیف. ابوبکر اکبر دوستان عزیز در قهرمانی کشور اوید بجودو مقام سیم رو اشغال کرده بود. او در دور نیمه نهایی از منصور رحمان شکست خورده بود و مقام سیم رو اشغال کرد و ابوبکر اکبر به خاطر کم فعالی همکنون داور شیدو میدید و میسازد که او هرچی خوبتر برآمد کند. در وزن تا 100 کیلوگرم واقعا دوستان عزیز ما بسیاری وقت یک پهلوان رو میدیدیم و اینجا شیدو با ابوبکر اکبر. سعید جلال سعیدو بیشتر برآمد میکرد سالیان زیاد و یک مدت در چند مسابقه پهلوانان ما بدون وزن 100 کیلوگرم شرکت کردند و مکنون ابوبکر اکبر میتواند که در این وزن موقع استوار پیدا کند و در چنین مسابقه های سطح بانفوذ تواند که کشور ما رو نمایندگی کند. و البته انا همین گونه پرتافو برای ما لازم بود دوستان عزیز. وزری با ابوبکر اکبر و او باید نگذارد که حریف او را در زمین نگاه بدارد و اصول یا همون عملکرد اسای کومی را به انجام رساند. واقعا انا همین گونه سیر حرکتی، انا همین گونه پرتافو برای ما لازم است تا پیروزی به دست بیارد. پهلوان 23 ساله دانیاگی البته اشتراکش در مسابقه های مختلف خیلی زیاد است و او نسبت به ابوبکر اکبر تجربه بسیارتر هم دارد، ولی اینجا باید ابوبکر اکبر اثبات کند که او پهلوان تصادفی نیست